سه سال بحران سیاسی موجب تزلزل اقتصاد مصر شده، به ویژه صنعت گردشگری که بیشترین صدمه را متحمل شده است. قبل الثوره كانت العيشه حلوه ومستريح وكويس الحمد لله، في مصاريف يا العيله ما اقول لك 5 جنيه كنت بتديله. قبل از انقلاب خیلی راحت بودیم و میدونستیم هزینه‌مون کجاست. اگه بچت 5 پوند می‌خواست بهش میدادی. الان اگه 5 پوند بخواد 1 پوند میدی. چرا؟ برای اینکه کار نیست. من 5 تا بچه دارم. هزینه‌ها بالاست. درآمد نیست. قبل از انقلاب در برکت زندگی می‌کردیم و راحت بودیم. این روزا فقط اگر بتونیم خرج خودمون رو بدیم عالیه. اسب و شتر هیچی. يا ريت يعني الايام قبل الثوره كنا في نعيم وكنا الحمد لله رب العالمين. مصر سه سال است تظاهرات و خشونت روزانه را تجربه می‌کند. گردشگران و سرمایه‌گذاران از آن کشور گریختند. سال گذشته ذخایر مالی مصر به کمترین مقدار خود رسید. برای جبران این کسر درآمد و ذخیره مالی، دولت مصر به کشورهای محافظه‌کار حوزه خلیج فارس روی آورده. امارات متحده عربی یکی از کمک کنندگان به مصر است. از جمله یک شرکت وابسته به دولت امارات متحده عربی 40 میلیارد دلار برای ساختن 1 میلیون خانه در اختیار ارتش مصر قرار داد. برخی از منتقدان دولت مصر میگویند نباید به کمک کشورهای خلیج وابسته شد. مصر ممکن تدخل في نيار اقتصادي لو استمر الوضع ده. احنا في حاله ازمه اقتصاديه. اگه اوضاع فعلی ادامه یابد، اقتصاد مصر ممکنه سقوط کنه. ما در یک بحران اقتصادی هستیم که پول کشورهای خلیج فارس نمیتونه مانع اون بشه. کشورهای خلیج فارس هم نمیتونن به حمایت خود از یک رژیم شکست خورده، از یک نظام اقتصادی ورشکسته، از یک نظام سیاسی و امنیتی ناموفق ادامه بدن. اگر چرخه‌های تولید به کار نیفتند، کارخانه‌ها باز نشند، جوانان سر کار نرند و جهانگردی باز نگرده، مصر نجات نمی‌یابد. و السياحه تعود مره اخرى. از هر 4 شهروند مصر یک نفر در زیر خط فقر زندگی می‌کند و تظاهرات و حمله‌های خشونت‌بار که گاه هدف آن نیروهای امنیتی است همچنان در مصر ادامه می‌یابد. محب ملک اقتصاددان می‌گوید تا زمانی که ناآرامی در مصر وجود دارد اقتصاد کشور همچنان رو به زوال می‌رود. طبعا الاقتصاد المصري يعني مرتبط بشده بالاحداث السياسيه ومتاثر بشده بالاحداث السياسيه اللي بتدور في البلاد. قطعا اقتصاد مصر متاثر از رویدادهای سیاسی کشور است. گردشگری و سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد مگر اینکه سرمایه‌گذار خارجی یا جهانگرد حس کند که اوضاع با ثبات و امن است. تا وقتی که این سرمایه و پول خارجی در کشور نباشد، دولت نمیتواند انرژی و مواد اولیه را برای صنایع و تولیدات وارد کند که خود باعث کند شدن اقتصاد می‌شود. در طول 3 سال گذشته 4000 کارخانه در مصر بسته شده است. عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت سه کشوری هستند که تعهد کردند مجموعاً بیش از 12 میلیارد دلار به مصر کمک کنند. در حالی که اقتصاد مصر سال گذشته 2.1% رشد کرد، ولی این رشد برای ایجاد کار در کشوری که جمعیتش سریعاً افزایش می‌یابد کافی نیست.